از این سعی یکی ملی کردن تمام آبهای کشور است، زیرا وضع طبیعی و جرماتوری است که اجازه اتلاف حتی یک قطره آب را به ما نمی‌دهد و ما باید در این مورد ترتیبی بدهیم که با منتهای دقت و با استفاده از کاملترین اصول علمی و فنی تمام منابع آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین را در کشور خود دقیقاً برآورد و ثبت کنیم و سپس با حد اکثر استفاده از تکنیک و صنعت آنها را به اصطلاح مهار نماییم تا با کمال صرفه‌جویی و با حد اعلای بازده به ترتیب اولویت به مصرف رفع نیازمندی های خانگی و شهری و کشاورزی و صنعتی برسانیم. البته با توجه به محدودیت مقدار آب در کشور ما، آبی که به مصرف امور کشاورزی میرسد باید در درجه اول در آن اراضی که مرغوبیت و قابلیت دادن محصول بیشتری را دارند مصرف شود و از این جهت باید قطب‌های جدید کشاورزی ایجاد گردند. بدیهی است ما در پوشش‌های دامنداری که امروزه در جهان به منظور شیرین کردن آب‌های شور صورت می‌گیرد نیز با علاقمندی شرکت خواهیم داشت و خواهیم کوشید تا از هر گونه پیشرفتی که در این مورد نصیب علم و صنعت می شود به نفع خویش استفاده کنیم. دومین اصلی که باید به اصول انقلاب ما افزوده شود نوسازی کشور در تمام مظاهر زندگی آن، چه در شهرها و چه در روستاها. کمال مطلوب ما در این مورد این است که زندگانی جدیدی برای عموم خانواده های ایرانی ایجاد و تأمین شود که از هر حیث با شؤون اجتماعی ملت ایران با آن روح و مفهوم عالی که ما برای حیثیت و شایستگی ایرانی قائل هستیم و با امکانات ثروت خداداد این مملکت و نیروی کامل کار افراد آن تناسب داشته باشد. برای نیل به این هدف می باید تمام نیروها و امکانات مادی و معنوی اجتماع ما با همان روح تحرک و جهش انقلابی که لازمه اصلی تحقق چنین هدفی است به کار افتد و هیچ قسمت از استعدادها در این مورد بی حاصل نماند. سوم از اصول تکمیلی سه‌گانه انقلاب، انقلاب اداری و آموزشی مملکت است، به طوری که بتواند از این حیث جوابگوی واقعی احتیاجات حال و آینده اجتماع نوین ما باشد. مفهوم این اصل این است که همه افرادی که در سازمان‌های اداری و دولتی مملکت وظیفه‌ای را اعم از بزرگ یا کوچک به عهده دارند با کمال صداقت و وظیفه شناسی و با قبول مسئولیت در انجام وظیفه خود بکوشند و روح اتلاف وقت و به اصطلاح قرطاس بازی و بیروکراسی در ادارات ما از بین برود و هر کارمند اداری بداند که وظیفه او در درجه اول سرعت در انجام مراجعات مردم و اجرای صحیح و بی‌غرضانه وظایف اداری و تسهیل گردش کارهای کشور است، زیرا همین مردم هم که از راه دادن مالیات حقوق این کارمندان را تأمین می‌کند. ادارات ما می‌باید از روح مماطله و دفع البخت و بی‌تصمیمی و نیز از تشبث و توسل پاک و منزه شود و روح خدمتگزاری و شور و علاقه‌ای که لازمه تحول اجتماعی امروز ایران است جایگزین آن گردد. از طرف دیگر می باید تمرکز بی دلیل و زیاده از حد امور در پایتخت مملکت از میان برود و به استانها و شهرستانهای کشور امکان ابتکار و مسئولیت بیشتری در کارهای مربوط به خودشان داده شود. حتی شایسته است ترتیبی داده شود که خدمت در نواحی مختلف کشور با خدمت در پایتخت و شهرهای بزرگ لازم و ملزوم یکدیگر باشند. به هر صورت اصلاح وضع دستگاه‌های دولتی و تجدید بنای سازمان‌های اداری و تغییر اساسی در روش کار
و اعمال مدیریت صحیح و دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت اتخاذ تصمیم با بی‌نظری و خیرخواهی اصولی است که قطعاً می‌باید در اجرای انقلاب اجتماعی ایران تحقق یابد. همینطور می‌باید تحول و جهشی اساسی در امر آموزش به جوانان ایرانی امکان آن بدهد که استعدادهای مختلف آنان در هر رشته‌ای با بهترین صورت به تجلی درآیند و روح سازندگی و حس ابتکار و نوسازی و همکاری اجتماعی پرورش بسیار کاملتری یابد و هر کس در هر شغلی که به عهده می‌گیرد تبحر و تخصص داشته باشد. بدین نظر با توجه به اهمیت روزافزون تعلیمات حرفه‌ای و تخصصی و با ضرورت تهیه کادر لازم مدیریت در سطح بالا به دولت دستور دادیم که مطالعات لازم را در این مورد انجام داده و از نظر توسعه و تحولی که میباید در این زمینه در سازمان آموزشی کشور صورت گیرد به بهترین وجهی که بتواند این منظور را تأمین کند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. هدف اساسی از تحول آموزشی میباید این باشد که شخصیت جوانان ما و حس اعتماد به نفس ایشان از هر جهت تقویت شود تا افرادی که در آینده سرنوشت کشور را به دست خواهند گرفت برای قبول مسئولیت‌های خود واقعاً آماده و مجهز باشند. اصولاً جامعه ما برای اینکه سیر پیشرفت خود را به صورتی اصیل و همه جانب دنبال کند میباید به طور دائم خودش را با مقتضیات این پیشرفت و تکامل تطبیق دهد، به طوری که همیشه از این لحاظ با مترقی ترین جوامع جهان همگام باشد و چه بهتر که حتی بتواند در این راه از دیگران نیز جلوتر برود. در مورد سیاست خارجی ما افغان وضع و برنامه روشن و کاملا مشخص دارد، یعنی از یک سیاست مستقل ملی بر اساس همکاری و تفاهم بین المللی و حفظ کامل حقوق و منافع ملی خودمان با رعایت احترام حقوق و منافع ملی دیگران پیروی می‌کنیم و اعتقاد راسخ داریم که این تفاهم و همکاری بین‌المللی شرط لازم و حیاتی برای پیشرفت هر اجتماعی در هر نقطه از جهان امروز است. در این زمینه ما نه فقط معتقد به لزوم همزیستی بلکه حتی همکاری مسالمت‌آمیز بین همه ملل دنیا با رژیم‌های مختلف هستیم و موفقیت‌های فراوانی را که با پیروی از این سیاست در تأمین مصالح ملی خود به دست آورده‌ایم به خوبی ثابت می‌کند که راه صحیح و واقع بینانه‌ای را برگزیده‌ایم. از نظر بین‌المللی ما همچنان پایبند به اصول و مقررات منشور ملل متحد هستیم و با وجودی که متاسفانه علائم ضعف و ناتوانی در این سازمان جهانی می‌بینیم، معهازا معتقدیم که راه حل بهتری از این سازمان از نظر حل مشکلات بین‌المللی وجود ندارد و همین جهت امیدواریم روزی این سازمان بتواند خیلی قوی‌تر و بهتر از امروز به صورت دستگاهی تصمیم گیرنده و تضمین کننده درآید. ما به عنوان یکی از نخستین اعضای مؤسس این سازمان بزرگ جهانی وفاداری خود را نسبت بدان حفظ می کنیم و صمیمانه پشتیبان آن هستیم و همین دلیل طبعا عقیده داریم که هر کشوری که موجودیت آن توسط این سازمان به رسمیت شناخته شده باشد باید حق حیات و امنیت حدود و ثغور خود را داشته باشد و هیچ کشوری کشور دیگر را به نابودی تهدید نکند. ما طرفدار عدم گسترش سلاح‌های اتمی و غیر اتمی شدن بعضی مناطق جهان و معالن طرفدار خلع سلاح بین‌المللی کامل و کنترل شده ای هستیم. در این حال تا روزی که چنین خلع سلاح تضمین شده‌ای در جهان عملی نشده باشد با
شواهدی که هر روز میبین و تجاربی که پیوسته به دست میآوریم با وجود تمام دوستی ها و پیمان های چاره‌ای جز آن نداریم که بیش از پیش و در سرحد امکان وسایل حفظ حدود و سقوط و امنیت مملکت خود ما را تأمین کنیم. با کمال تأسف اخیراً در منطقه خاورمیانه وقایع ناگواری اتفاق افتاد که احساسات ما را بر اساس اخوت اسلامی در مورد برادران مسلمان خودمان جریحه‌دار ساخت و طبعاً همدردی عمیق ما را برانگیخت. ما بلافاصله اعلام کردیم و باز هم اعلام می‌کنیم که امروزه دیگر اشغال خاک هیچ کشوری توسط کشور دیگر به وسیله قوه قهریه قابل قبول نیست و باید این حقیقت به خوبی درک شود که دوران زورگویی و استیلای نظامی برای همیشه سپری شده است و طبعاً فتوحات برق‌آسای نظامی نیز باید باعث سرمستی و نابینایی نگردد. امیدواریم دوره تقنیه حاضر که مصادف با دوره انجام برنامه 5 ساله چهارم و در این حال مصادف با برگزاری جشن‌های 25 قرن بنیانگذاری شاهنشاهی ایران خواهد بود، مانند دوران تقنیه گذشته شاهد تحقق روزافزون اصول انقلاب ایران باشد و ما بتوانیم در چهارمین برنامه 5 ساله زیربنای سازمان نوین مملکت را مستحکم‌تر کنیم تا به خواست خداوند در برنامه 5 ساله پنجم این زیربنا از هر جهت استوار و بی‌نقص گردد و بعد از آن دوران تکامل همه جانبی در تمام مظاهر مادی و معنوی و اجتماعی مملکت و ملت ایران آغاز شود که انشاءالله تا یک نسل دیگر به تمام هدفهای خود نائل شود. برای نیل بدین هدف مسلماً دولت وظیفه خود را انجام خواهد داد و یقین داریم که مجلسین نیز با توجه کامل به اهمیت مسئولیتی که بر عهده دارند در انجام وظیفه خیش خواهند کوشید، ولی در این حال اعتقاد راسخ داریم که به خصوص این ملت ایران است که بیشتر از پیش با شور و هیجان و با روح ایمان و وطن پرستی که از خصایص دیرینه این ملت بزرگ و کهنسال است در این جهاد همه جانبی که به منظور ترقی و تعالی مملکت صورت می گیرد وظیفه ملی و تاریخی خیش را به بهترین وجه خواهد داد و جنبش عظیمی را که برای نخستین بار در تمام طول تاریخ ایران تنها در عرض چند سال تمام مظاهر حیات سیاسی و اجتماعی و مادی و معنوی مملکت را دگون کرده است با همین روح جهش و تحرک دنبال خواهد کرد. خوشبختانه برنامه 5 ساله آینده ما با آنکه برنامه بسیار وسیع و شاید جاه طلبانه ای به نظر می رسد با امکانات مادی و فنی ما هماهنگی دارد. تذکر این نکته مایه خوشبختی ماست که در مجموع 3 سال اخیر رشد سالانه اقتصادی کشور ما به طور متوسط از 11% بیشتر بوده، در حالی که قیمت‌ها و هزینه زندگی تقریباً ثابت مانده است و این امر فوق‌العاده است که شاید در جهان بی‌نظیر باشد. البته چنین رشدی جنبه کاملاً استثنایی داشته است، ولی ما باید بکوشیم تا در آینده این وضع را تا حدود امکان حفظ کنیم به طوری که سعی شود این رقم به 9% برسد و البته چنین امری مستلزم منتهای کوشش و فداکاری است. باید مخصوصاً به امر کشاورزی ایران بیش از هر موقع اهمیت بدهیم، زیرا از این راه در واقع 2 وظیفه را انجام می‌دهیم: یکی بهبود تغذیه ملت ایران به نحوی که هر فرد ایرانی بتواند به مراتب بیشتر و بهتر از گذشته و حال تغذیه کند و البته قدرت خرید این غذا را نیز داشته باشد، دیگر انجام وظیفه‌ای که نسبت به عالم بشریت و به حمل آن خود داریم و آن تهیه خاربار برای کمک به رفع کمبود مواد غذایی در دنیا است. زیرا نباید فراموش کنیم که این خطر خطری چنان عظیم و مهلک است که دنیای ما را تا آخر قرن حاضر به وحشتناک‌ترین دورنماها تهدید می‌کند، مگر اینکه از هم اکنون همه ملل دنیا در این باره همکاری و اشتراک مساوی کنند
و تادیه نشده پیشبینی های لازم بنمایند. اهمیت خاصی که ما در برنامه پیشرفت‌های آینده مملکت به امر کشاورزی می دهیم و مقتضیاتی که انجام این رشته از برنامه ها پیش خواهد آورد ایجاب می کند که وزارت کشاورزی به چند وزارتخانه جدید تقسیم گردد و در این باره دولت اقدام خواهد کرد. همچنین باید ترتیبی داده شود که قیمت‌های فرآورده‌های کشاورزی معین و تضمین و حتی بیمه شود. امیدنامه کار ما چه در قسمت پیشرفت‌های کشاورزی و چه در رشته ترقیات صنعتی هر قدر بزرگ و سنگین باشد و همان اندازه نیروی بیشتری را از جانب فرد فرد ملت ما به کار اندازد و انگیزه کوشش ها و تلاش های فراوانتر و همت و مردانگی فزونتری گردد که لازمه و اساس هر تحول مترقیانه است. اگر هر ایرانی گوشه ای از این کار بزرگ را به نسبت توانایی و استعداد و همت خود بگیرد شک نیست که ملت کهنسال ما که در کوره حوادث تاریخ آبیده شده در این راه که ضامن سعادت نسل حاضر و نسل‌های آینده این سرزمین است به سرمنزل مقصود خواهد رسید. در این فرصت لازم می‌دانیم از یک قدم اساسی که اخیراً به منظور تأمین مصالح همین نسل‌های آینده برداشته شده یاد کنیم و آن تشکیل مجلس مؤسسان بود که با مطالعات و دقت کامل در اصولی از قانون اساسی ایران تجدید نظر لازم به عمل آورد تا از این راه دوام و استمرار رژیم سلطنت مشروطه ایران هرچه بیشتر تأمین گردد و ما در این هنگام آغاز تقنیه جدید خوشوقتیم که مراتب قدردانی خود را از این بابت ابراز داریم. از خداوند متعال مسئلت داریم که کشور و ملت کهنسال ما را مانند همیشه در پناه لطف و عنایت کاملی خیش از هر گزند و آسیبی در امان بدارد و به همه ما امکان آن بدهد که با کار و کوشش بر اساس انقلابی که منطبق با عالی‌ترین سنن و موازین معنوی اسلامی در کشور ما صورت گرفته است جامعه‌ای از هر جهت آزاد و آباد و سعادتمند به وجود آورد و در این راه توفیق همگی شما نمایندگان ملت را در این دوره تقنینیه در انجام وظیفه خطیری که در برابر ملت ایران به عهده دارید خواستاریم.